به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، سرداران و سپاه دزد، دولت دزد، وکلا دزد، رئیس جمهور دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، سه قوه دزد، سه طویله دزد، حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظما و طلبه جزغاله و همه دزد، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی قرآنی. بنابراین این دزدان تنها کاری که میکنن بایستی مغازه رو محکم نگه دارن. این مغازه چیزی نیست به جز اسلام نو محمدی. پس بنابراین اینا باید پاسداران اسلام باشن. یه روز براتون خوندم موی پیرزن اسلام از بین میره، نماز ستون دینه، یه باد ستون از بین میبره. دکونی براتون درست کردم، 1400 ساله این بدبختی سر ماست. در 200 سال اولش یه دونه الله هم بالا بود، از 400 سال پیش به این ور اون الله دومی که اختراع کردنش تو سرداب بغل خیک روغن افتاد به گردن ما از زمان صفویه. آخوندهای جبل عامل اومدند، این یکی هم الله زیرزمینی درست کردن، حکومت دینی دزدان اومدن از سامره برش داشتن آوردنش قم. الان تو هر شهری چا بزنی به امام زمون میرسی. دکون پردرآمدیه، ببعی ها منتظرن ببینن چا کجاست برن کاغذ بندازن توش. کاغذ رو باید بخری، اونجا مجانی کسی نمیره تایچا رو تمیز کنه، پول کاغذ ها رو باید بدی. تو بمیری همشو امام زمان میخونه. کار دیگه میشه کرد؟ یه الله بالا سرمون، یه الله زیر زمین. ما لای دوتا الله ساندویچ شدیم. آخوندم میره تای چاه، صبحونش رو تای چاه میخوره هر روز، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده داده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز بحثی که در مورد کتاب آبیه نگاهی نو به اسلام داشتیم، بحث این بود که چه کسانی قسم میخورند، چرا قسم میخورند، و مسئله هست در فارسی که میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی شک کردم، قسم خوردی گفتم حتما دروغه. چون الله مطمئن نبوده که بندگانش که خودش آفریده این بندگان حرفا رو قبول میکنن، شروع کرده قسم خوردن. بقیه قسم های الله که از دیروز به جا مونده براتون میخونم.
در سوره 95 آیه از 1-4 الله قسم می‌خورند به انجیر و زیتون، جمله معروف و تین و زیتون، الله قسم می‌خورند به کوه سینا و سوگند به سرزمین امن که ما انسان‌ها را به بهترین شکل آفریدیم. اون سرزمین امن کجاست ما خبر نداریم، چون از وقتی اسلام اومده امنیتی در دنیا وجود نداره. مترجمین و مفسرین قرآن واژه والد یعنی پدر را در آیه 3 سوره البلد که در بالا شرح داده شده است، آدم ابوالبشر که در ادیان سامی پدر افراد بشر است، ذکر کرده اند. اگر چنین باشد بسیار جالب توجه است که الله او را به سبب نافرمانی و ارتکاب گناه از بهشت اخراج کرده، با این وجود الله در کتاب مقدس به او سوگند می‌خورد. بله، بعد در آیه 100 در سوره 100 آیه از اول تا ششم سوگند به اسبانی که نفسشان به شمار افتاده، سوگند به آنهایی که جرقه های آتش برافروختند. نکنه زرتشتی ها رو میگه، چون آتش که بعد آتش پرست آدم نباید بشه، ولی به اونایی که جرقه آتش رو برافروختند الله سوگند میخوره. سوگند به آنهایی که صبحگاهان به دشمن تاختند و گرد و غبار برانگیختن، یعنی شبیخون زدن، یعنی رفتن مال مردم رو غارت کنند، الله به اونا سوگند میخوره. و سپاه دشمن را در میان گرفتند که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است. قرآن رو به فارسی بخونید، معنیشو برای منم بگید. در آیه سوره 53 آیه از اول تا سوم سوگند به ستاره چون فرود آید که پیامبر هیچگاه نه در گمراهی بوده و نه اینکه به هوای نفس سخن میگوید. البته جای دیگه قرآن الله به پیغمبر میگه ما همه گناهان تو رو بخشیدیم، اینجا میگه هیچ وقت پیغمبر در گمراهی نبوده. از این حرفا زیاده تو قرآن، خودتون بخونید، من دخالتی نمی کنم. در آیه 92 در سوره 92 آیه 1-4 سوگند به شب، یعنی سوگند به تاریکی، یعنی سوگند به اهریمن، سوگند به شب هنگامی که جهان را در پرده سیاه بپوشاند، سوگند به روز هنگامی که جهان را به ظهور خود روشن سازد. به به، سوگند به مخلوقاتی که نر و ماده آفریده شده اند و سوگند به کوشش های شما مردم بسیار و سوگند به کوشش های شما مردم بسیار مختلف است. من که معنیشو نفهمیدم، حتما در عربی یه معنی میده که من نمیفهمم. در سوره 75 آیه از اول تا چهارم سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس پرملامت انسان. آیا او فکر میکند که ما نمیتوانیم استخوانهای او را به هم بپیوندیم؟ چرا قربان، در دستگاه الهی دستگاه پیوند استخوان زیاده. این گونه نیست، ما توان آن را داریم که سرانگشتان او را نیز به شکل منظم درآوریم. به به، توان دارند، قسم می‌خورند که توان دارند. جای بسیار شگفت است که در حالی که الله به کلرات در قرآن به چنین عوامل موجودات مسخره و بی‌پایه‌ای سوگند یاد می‌کند، آیه 10 سوره القلم سوگند خوردن را محکوم می‌سازد. بیشتر تفسیر نویسان قرآن برای ایجاد زمینه انسانی
برای مفهوم آیه بالا درباره تفسیر آن نوشتند: تنها افراد دروغگو هستند که در هر موردی خواه مهم و خواه بدون اهمیت سوگند می‌خورند، زیرا سخنان عادی آنها را نمی‌توان باور کرد. بر پایه یک گفته، سخن یک مرد راستگو به اندازه قول او ارزش و اعتبار دارد. خنده‌دارتر از مورد بالا متن آیه‌های 32 و 60 سوره الزمر می باشد. در این دعایه محمد آنهایی را که به الله دروغ می بندند و به گونه شدید محکوم می کنند، ولی در آیه های بالا خودش را به جای الله می گذارد و اینچنین از زبان او سوگند می خورد، که اونا رو براتون خوندم. فردی که کتاب قرآن را با چشم خرد نه با ایمان مذهبی می خواند، می تواند آن را بفهمد. این قصه هایی بود که راجع به قسم خوردن الله یا قسم خوردن حضرت رسول. به قول آقای سروش، آقای سروش معتقده که قرآن رو خود محمد نوشته، الله و جبرئیلی در کار نبوده. نمیدونم این حرفا رو که میزنن یعنی چی، یعنی قرآن قبوله یا قبول نیست. ولی به هر صورت من توصیه میکنم خودتون بخونید، خودتون قضاوت کنید، نه به حرف من گوش بدید، نه به حرف سروش، نه به حرف آخوند. خودتون بخونید تا روزی که خودتون مسئله رو نفهمید. یه روزی که میگه خوبه شما میگید خوبه، یه روزی که میگه بده شما میگید بده. تنها کسی که میتونه این قضاوت رو بکنه و انسان تا به شعور نرسه شعار میده، به محضی که به شعور رسید دیگه شعار نمیده. خوب دقت کنید، با خوندن یک کتاب انسان فیلسوف نمیشه. شما دوستانی که در سنین پایین هستید و فرض کنید 10 تا کتاب خوندید، 15 تا کتاب خوندید، یه مرتبه فکر نکنید همه چیز رو میدونید. شما اول راهید. علت این که اینو میگم، برای که خودم اینجوری فکر میکردم. خودم فکر میکردم خیلی میفهمم، یه روزی رسیدم فهمیدم نمیفهمم. عالم غیب، عالم ماورا و طبیعه، عالم نمیدونم هرچی اسمشو میخوام بذارین، چنین چیزی وجود نداره. این تو مغزتونه که اینا رو درست میکنین. ماورا و طبیعه یعنی چی؟ بشینید راجع بهش فکر بکنید. روح یعنی چی؟ در طول زمانهایی که انسانها زندگی کردن، خیلی انسان به دنیا آمده و مرده. صحبت میلیارد هاست. این میلیارد ها روح کجا هستند؟ این 700,000 سالی که انسان زندگی کرده و مرده، این روحها کجان؟ کجا اینجا رو، اینا رو انبار کردن؟ توی کدوم سوراخی گذاشتند؟ عالم غیب، نمیدونم عالم بالا، اینا همش حرفایی است که به شماها میزنن برای سوء استفاده کردن از شما. کسانی که دین ها رو میارن خودشون چیزی ندارن، یا آدمیه مثل من و تو. محمد اگه میومد میگفت من اینا رو میگم، مردم میگفتن بابا تو که بچه یتیمی، ما میدونیم کجا اومدی، چیکار کردی، چجوری بزرگ شدی، با خدیجه چجور عروسی کردی، الانم 15 ساله چجوری تو اون خونه داری مفت میخوری، مفت میخوابی.
پس بنابراین نگفت من میگم اینا رو، گفت الله میگه اینا رو. الله بهش داره، الله جهنم داره، من چیزی ندارم، اما پولاشو بدین به من. من از جانب الله مأمورم هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنم. یه مقداری باید فکر کرد راجع به این مسئله. نمیگم فکر کنید و قبول نکنید، فکر کنید فقط، بعد هر کاری دلتون میخواد بکنید. دوستی که تلفن کرده بود نمیدونم چه چیزی داشت با این دادگاه صدر، اسمش هست سید رضایی، من چیز دیگه نمیدونم. ببینید من تو ایران نیستم، اینا رو تلفن میکنن به من میگن، خیابون میر عماد، دادگاه صدر، شعبه 42. میگن وقتی دو نفر میرن پیشش، به اون میگه تو چقدر میدی، به اون میگه تو چقدر میدی. اینا رو به من گفتن، من نمیدونم. سوالات دیگه هم از من بکنین، من نمیدونم چیه، قربونت برم. تازه همین قدم که گفتم نباید میگفتم، چون اصلا به من مربوط نیست. قاضی غیر دزد که تو ایران وجود نداره که، هر کی عمامه سرشه دزده. شما قاضی بدون عمامه تو ایران میشناسید؟ باید که خیالتون راحت باشه. این دزده حالا زیادتر از اونای دیگه دزدی کرده، حتما رهبر پارتیشه یا سهم رهبر میفرسه بالا، من نمیدونم. باز دوباره راجع به مردم، حرفایی که من دیروز زدم، دوستان عزیز، تا مردم نفهمند شما نمیتونید قیم مردم بشید. شما نمیتونید، ببینید اینجا مسئله اول همه جای دنیا که میگن دموکراسی، به خصوص در امریکا، آزادی بیانه. من اگه در امریکا نبودم این حرفا رو نمیتونستم به شما بزنم. پس بنابراین تلویزیون های دیگه ای هم که این حرفا رو میخوان بزنن، حرفای خودشون رو میخوان بزنن، اونا هم از همین مورد آزادی بیان استفاده میکنن. حکومت دینی استفاده میکنه، اینجا 20 تا 30 تا تلویزیون داره، از طریق دبی اینا رو آگهی بهشون میده، اخیراً از طریق ایران هم داره بهشون آگهی میده که اینها اون روزی که حکومت میخواد بگن برید پای صندوقا رأی بدید. من کاری نمیتونم بکنم، هی به من شکایت نکنید فلان تلویزیون گفته برید رأی بدید، خب من چیکار کنم؟ عوضش فلان تلویزیون وقتی میگه که در لاس وگاس ما برنامه داریم، همون مامورین جمهوری اسلامی که اینجا هستن همه میرن بلیتا رو میخرن. اینا با هم دیگه بده بسون دارن، به من ارجاعش نکنید. من در هفته یک ساعت، در 5 ساعت برنامه دارم، اونا در هفته 7 تا 24 ساعت برنامه دارن. من جنگ و جدلی نه با شخص دارم نه با تلویزیون. شما اینقدر نگید کی چی گفت کی چی نگفت. اگر کاری میخواید بکنید، کاری بکنید مردم بفهمن. ما در فارسی مسئله داشتیم، میگفتن فرق دوغ و دوشاب رو نمیفهمند. تا روزی که نفهمند، انگلیس سوار، آمریکا سوار، فرانسه سوار، آلمان سوار، آخوند سوار، همه اینا سوارن. هیچ کاری هم هی نگید چی کار بکنیم، هیچ. من به عقل خودم فکر کردم کاری که دارم میکنم اشاعه خرد، یعنی دانش، یعنی فهمیدن.
فکر کردم این تنها راهی است که من میتونم با نادانی مبارزه بکنم. شما اگه راه دیگه ای بلدید خودتون انجام بدید، راه منو عوض نکنید. من نمیتونم اینجا بیام بشینم با تلویزیونای دیگه بجنگم. کار من نیست، راه من نیست، حرف من نیست و فکر من نیست. تلویزیونی که میاد ظرف مثلا 7-8 ساعت یا 500 هزار دلار جمع میکنه، این یه عده‌ای دارن اینجا که این پول میده، و الا مثل من هر روز باید بگه کتاب بخرید، 2 دلار کمک کنید، 6 دلار. آقا این کتاب چرا 50 دلاره؟ اینو تو کتاب فروشی میدم 28 دلار. 50 بار براتون گفتم این کتاب 28 دلار هست، اما خرید داره، بسته بندی داره، یه نفر باید بره اینا رو بگیره بیاره ببره پست، پول پست داره، و این برنامه این کار رو میکنه که از هر کتابی 10-12 دلار، 15 دلار براش پول جمع بشه، آخر ما بتونه خرج برنامهش بده، نه خرج منو. من احتیاج به هیچ دیارالبشری ندارم، خرج برنامه رو بده. این ایر پول داره، اون وبسایتی که شما میبینید ماه به ماه پول بالاش میره، زحمت هایی که من میکشم مجانیه. خب حالا من با این بدبختی بیام با کی بجنگم؟ با یارو که تا لب تر میکنه 500 هزار دلار بهش میدن؟ اون تلویزیون گفته برین رای بدین، خب برین رای بده. اگه نمیفهمه برین رای بده. تو هی میگه آسپرین بهش بده، در نه آقا اینه باید معالجه کرد، کار با آسپرین درست نمیشه. راجب هر کی میخوای حرف بزنی میگن امروز وقتش نیست. هم گرفتاریای گذشته رو باید گفت، هم گرفتاریای موجود رو باید گفت. فعلا تا آخر دنیا یکی میشینه داد میزنه مصدق خوبه، یکی داد میزنه شاه خوبه. شما هم نشستین اونجا واسه خودتون کیف میکنین. الو بله بفرمایید. قرمه سبزی رو با چی میپزن؟ با لوبیا قرمز؟ نه، با لوبیا چشم بلبلی. الو بله، الو بله، الو بله. این شده برنامه های ما. هنوز مردم نمیدونن که من تلفن نمیگیرم. آقا من تلفن کردم با خودت صحبت کنم، شما بسیار بیجا کردی، من با کسی صحبت نمی کنم. شما کی دیدید من رو ایر تلفن بگیرم؟ کاری با من داری؟ پیغام بذار، شماره تلفنتو بذار، من به تلفن میکنم. اگه من میترسی اصلا با من چیکار داری؟ میخوای فوش بدی فوشتو بده برو. من از خط خودم منحرف نکنید. خط من اینیست که براتون خوندم. اگر فکر میکنید آدم های راستگو قسم میخورن، الله راستگوه یا محمد راستگوه، نمیدونم سروش و گنجی و خیلی ها. الان یه پروفسوری هست در آلمان، اسم و ایناش هم برای من نوشتن، یکی از دوستانم از آلمان نوشته، امروز یادم رفت بینم بردم، نه بردم، امروز یادم رفت بیارم، چون اینو گذاشته بودم بیارم. این پروفسور رفته درس اسلامی میداده، یعنی راجب اسلام درس میداده تو دانشگاه. بعد گفتی که این حرفا که دارن میزنن دکونه، اوه دنیا به هم ریخته، چون آلمان هم مال جمهوری اسلامیه، سگ و سگتوله‌هاش ریخته اونجا به جون مردم، و اصلا پروفسور اعدام باید گردد، مثل که از دانشگاه اخراجش کردن. خبر دقیقشو فردا براتون میخونم.
آقای محترم، به من میگید که چرا اول برنامه میگی به نام خداوند جان و خرد، آخر برنامه میگی حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم؟ تو اون خدا رو با این خدا چجوری قاطی میکنی؟ شما یا متوجه نمیشی به نام خداوند جان و خرد چیه، یا به این که خودتو به اون را میزنی وقت منو بگیری. خداوند یا خداوندگار یعنی صاحب، خداوندگار زمین یعنی صاحب زمین، خداوند منزل یعنی صاحب منزل، خداوند باغ. شما اگر ادبیات فارسی رو بخونی خیلی بر میخوری به این کار. خداوند یعنی صاحب، خداوند جان و خرد. فردوسی فکر نکن شعورش اونقدرها بوده که حالا ما بهش نمیرسیم. وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، منظورش صاحبه، منظورش الله نیست، منظورش طبقه هفتم آسمون نیست. چون این حرف خیام میگه با چرخ مکن حواله، کندر ره عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است. من اگه اول برنامه میگم به نام خداوند جان و خرد و از فردوسی این رو میخونم، من میفهمم چی دارم میگم. من به نام صاحبان خرد دارم صحبت میکنم، به نام خردورزان دارم صحبت میکنم، چون این برنامه برنامه خرافه زدائی و خردورزیه. اون خدایی که در آخر میگم اون الله توه، که حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. این خداوند با اون خدا فرق میکنه. امیدوارم انقدر انصاف داشته باشی که حرف من رو متوجه بشی. اگرم نداشته باشی میگی شرور میگه. فردوسی استاد سخن بود، میدونست حرف رو که داره میزنه چه معنی میده. به نام خداوند جان و خرد اختراع من نیست، گفته فردوسیه. و برداشتی که من ازش میکنم، خداوندگار و خداوند به معنای صاحبه. پس بنابراین مخاطب من صاحبان خرد هست. با امیدوارم شما جزو اونا بشید یا باشید. گفتن که ساعت‌های برنامه رو اعلام کنید. چند دفعه؟ هفته‌ای 5 روز از جمعه تا از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. فکر کنم تمام سوالات رو جواب دادم و میریم به درد دل مردمی که از ایران نوشتن. ببینید، همه ی فکر من اینه که مردمی که در ایران هستن، به خصوص اینی که به شماها میگم به من کمک کنید، نمیگم کمک کنید من برم کلو کباب بخورم،
میگم به من کمک کنید این برنامه رو نگه دارم که جوانهایی که توی ایران حرفهایی رو که به من و تو نزدند چون میترسیدند الانم میترسند. من جونم و کف دستم گرفتم این حرفا رو میزنم مردم رو بیدار کنم. این حرفایی رو که میزنم فقط اینه که برو بخون، برو خودت بفهم، برو مطالعه کن. من نمیگم من هرچی میگم درسته، من میگم برو یاد بگیر، اگرم خیلی بلدی برو یه کمی بیشتر یاد بگیر. اون چهار خطیه رو براتون خوندم. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، آقا من میفهمم که نمیدونم، خیلی مهمه که من بفهمم که نمیدونم. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. بدبختی با اون آخریه، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. بدبختی ما اونه که خیلی از ما نمیدونیم و فکر میکنیم که میدونیم. اون گرفتاریه. برای ایرانی پرسش و اینکه من تو این رشته سرشته ندارم گفتن خیلی سخته. به ایرانی یاد ندادن که وقتی که چیزی رو نمیدونی بگو من از این مقوله چیزی نمیدونم، من تو این راه اصلا مطالعه ندارم، من عقلم نمیرسه. این نهایت شعور وقتی آدم چیزی رو نمیفهمه بگه که من نمیفهمم. اگر در رشته‌ای فرض کنید یا آقای بیاد از من فتوا بخواد از اینکه نمیدونم کامپیوتر اگر این کارش بکنی بهتره، یا اینکه بگه آخو من بلد نیستم، من پدر خودم رو در آوردم چهار تا دکمه رو بتونم بزنم، خودم هم نمیفهمم چیکار میکنم، هرچی یادم میدن عین همون کار رو میکنم، از نظر تکنیکی هم چیزی نمیدونم. حالا بیه با یکی دیگه بگو، میشینه وسط کامپیوتر رو تشریح میکنه، نه تنها خودشو گول میزنه بدآموزی هم میکنه به اون نفر بعدی. مگر اینکه کسی رشتهش کامپیوتر باشه. من وقتی میبینم بچه هم این انگشتاشون رو نمیتونی ببینی روی این کیبورد حسودی میشه. من اونجوری بزرگ نشدم. بچه ها از 20 سال پیش به این ور با انگشت همه کاراشونو میکنن، اصلا نگاه نمیکنه، کارش انجام میده. زمان ما وقتی میخواستن یه ماشین نویس استخدام کنن، حالا خیلی کار برجسته ای بود، میرفتن میگفتن در دقیقه چند تا میزنی. اینا اصلا نگاه به این کیبورد نمیکنن، کارشونو انجام میدن، اصلا نمیبینی. خب من بلد نیستم. این رو به ما یاد ندادن که ما بگیم من بلد نیستم، من تو این رشته چیزی نخوندم، تجربه ای ندارم. درود بیکران بر شما، من یک ایرانی هستم و این ایمیل را از ایران برای شما میفرستم. مدت کوتاهی است که برنامه شما را دنبال میکنم. روزهای نخست گوش دادن به سخنانتان به شدت آزارم میداد، چون ذهنم را با نوعی تضاد و تناقض مواجه میکرد.
دوچار به هم ریختگی عصبی شده بلافاصله کانال را عوض می کردم و یا به کار دیگری مشغول می شدم. البته علت این واکنش اعتقادات راسخ مذهبی من بود که از دوران کودکی در جانم ریخته شده بود. نمی خواستم پایه های این اعتقادات را که عمری نسبتاً طولانی را با آنها به سر کرده بودم متزلزل ببینم. از طرفی نمی توانستم از کنار این مطالب بی تفاوت بگذرم، چرا که منطقی بودن آنها را عقل و خرد نمی توانست انکار کند. ولذا سعی کردم چند تا از برنامه های شما را ببینم، درباره آنچه که می گویید بیشتر فکر کنم. از همین جا بود که به خود آمدم، یعنی وقتی که اندیشه خیش را به کار گرفتم نتوانستم از کنار منطق مستحکم این گفته ها بی تفاوت بگذرم. هر روز بر مطالعاتم افزودم و هرچه پیش رفتم بر بی پایه بودن این ادیان به ویژه دین اسلام پی بردم و چقدر از حماقتی که در این سالها به نام ایمان بر خود تحمیل کرده بودم دلگیر شدم. اما با این حال بسیار خوشحالم که خود و خانواده‌ام از این مهلکه نجات یافته ایم. اکنون تمامی اعضای خانواده من یکی از بینندگان پر و پا قرص برنامه های شما هستند و تماشای آن را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند. از اینکه اینطور با صراحت مطالب را بیان کردید از شما متشکرم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. راهتان را با قدرت ادامه دهید که اندک اندک جمع مستان. ببینید دوستان، اولین کسی است که متوجه شده چرا من این آهنگ رو برای برنامه‌ام انتخاب کردم. اندک اندک جمع مستان میرسند، میگه اندک اندک جمع مستان خواهند رسید و یا شما و با شما همراه خواهند شد. درود بر شما. من این نامه رو تا آخر نخونده بودم. اولین کسی است که میبینم متوجه حرف من شده. برنامه، لوگوی برنامه من زیرش اندک اندک جمع مستان میرسنده، تصاویرش شرح گذرایی از زندگی منه. از اونجایی که شما منو میشناسید از اولین فیلمم شروع میشه در سینما و تا انفجار مغازه و کشته شدن پسرم و بعد صحنه‌ای که به شما نشون میدم، آدم زخمی و تیر خورده دستشو به بازوش میگیره از زمین بلند میشه. این یه تیکه ایست که توی فیلم سفر سنگ من کار کردم. این پیام به شما، این پیام رو من سالهای سال پیش از یک فیلمی به نام هرکول و خدایان گرفتم. هنرپیشه‌ای به نام استیو ریوز اولین بادی بیلدری بود، اولین قهرمان زیبای اندامی بود که اومده بود توی فیلم بازی میکرد. رول هرکول رو بازی میکرد، خدای قدرت، و از پیش زئوس، این افسانه ایلیاده، از پیش زئوس میومد و با کشتی به یک ساحلی میرسید. دختری باهاش بود که اون رول رو روسانا پودستای ایتالیایی بازی میکرد. هرکول عرابشو مرتب میکنه، آذوقش رو از کشتی میاره تو عرابه میذاره، اسبها رو میبنده، روسانا پودستا رو میشونه، خودش هم میره سوار شه که حرکت کنه. یک قول بیشاخ و دمی شروع میکنه به خندیدن و از هرکول میخواد که اون دختر رو بهش بده و غذاها رو بهش بده. هرکول که مظهر قدرته میاد و جنگی میکنه و این رو میزنه زمین رو و میره سوار عرابش بشه. این شخصی که زمین خورده دوباره با قدرت بیشتری بلند میشه.
چند بار این اتفاق میفته، کم کم هرکول خسته میشه. زئوس از آسمون، زئوس در باور یونانیان قدیم خدای خدایانه، از بالا، زئوس همون کسی است که سقراط به خاطرش کشته شد، چون میگفت اینا از کجا رفتن خدا شدن. این حرفا من اختراع نکردم، از اول دنیا بوده. زئوس از بالا صداش میاد که هرکول، این مرد خدای زمینه، تو هر چقدر اینو به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. و در دعوای آخری هرکول اینو به دریا پرت میکنه و قائله ختم میشه. از این جمله من برای همه عمرم پند گرفتم، اینا هر چقدر به زمین بزنی از زمین قوت میگیره. الگوی من برای زمین خوردن توپ پرباده، هر چقدر محکمتر به زمین بکوبیش بیشتر میاد بالا. اینه یاد بگیرید دوستان، سعی کنید تو زندگی تجربهش کنید. از زمین خوردن نترسید، زمین خوردن رو ازش تجربه بگیرید و اون کاری رو تکرار نکنید که دوباره با همون اشتباه زمین بخورید. داشتم قصه لوگوی برنامه‌مو میگفتم. مردی که تیر خورده سعی میکنه فقط روی پای خودش بدون کمک این اون بلند شه. این پیام منه، این زندگی منه و جمع مستان این آقایونیست که دارن به ما ملحق میشن، این بانوانیست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که دارن به ما ملحق میشن، این نسل فرداست که ایران فردا رو میسازه. اونایی که میخوان انقلاب کنن فردا صبح ایران رو نجات بدن، من کاری نمیتونم براشون بکنم، چون من فکر میکنم این کار طولانی مدت باید انجام بشه، مردم بفهمند و بفهمن چی کار میکنن، و الا یه انقلاب کور دیگه یک مفعول دیگر رو دوباره میذارن بالا سرمون و میگن همینه. یه انقلاب کور دیگه یا آمریکا صاحبمون میشه یا انگلیس صاحبمون، یا اینا سر این شکار جنگشون میشه. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو شکار کردن، حالا این آدمهایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کل پاچش مال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای درجه یک، اینا همشون میخوان آخرش هم گیره بعد لاشخورا میفته، استخونش هم یکی میبره استفاده میکنه. ما وضعمون اینجوره تا روز که نفهمیم. حالا حسن بره حسین بیاد، حسین بره تقی بیاد، تقی بره نقی بیاد، کار باید بنیادی درست بشه، کار باید از ریشه درست بشه و ریشه هیچ کجا نیست تا اونجایی که آدم بفهمه. در امریکا اگر کسی از اوباما ناراضیه حرفشو تو روزنامه می نویسه، تو تلویزیون می زنه، انقلاب نمی کنه.
اگر روزنامه و تلویزیون باز باشه کار مردم به انقلاب نمی کشه. اما شنونده هم باید عاقل باشه و الا باز یک آیت الله دزد بی پدر و مادر مفعول پیدا میشه و مردم را میفتن دنبالش، میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. این مال بیشعوری ملته، مال حسین حسین کردن ملته. هی تقصیر آمریکا و روس و اسرائیل و اینا نذارید. تا وقتی ما بیشعوریم حق دارن حقمونو بخورن. تا روزی که ما با شعور نیفتیم حق دارن که سوارمون بشن و سواری بگیرند. و ما دنبال ماورا و طبیعه و متافیزیک، حالا درسم خونده یارو، متافیزیک فکر کنه اسماشو عوض کنه خیلی دانشمنده، هیچ وقت فکر نمی کنه ماورا و طبیعه چیه؟ چیه؟ آقا این نظر رو بالاخره یکی به وجود آورده. چشم درست میگی، اون یکی رو کی به وجود آورده؟ آه راجب خدا حرف نزن، راجب خدا اگه حرف بزنی دهنت کج میشه، اینجوری آدم حرف بزنی. برید عقل پیدا کنید دوستان، من رو میبخشید اگر اینجور راحت صحبت میکنم. یه کوچیکی رو پیدا کنم، یه خورده ببینید. اینایی که بیدار شدن اینا رو می نویسن، میگه چند روزیست به اینترنت دسترسی ندارم، چند تا تناقضگوهای قرآن رو براتون می فرستم، امیدوارم کسی که این مهملات رو پیدا کرده به قول مسلمونا خدا باباشو رحمت کنه. اگه براتون جالب بود قبلا این چرندیات رو ندیده بودید، ببینید مردم راجع به قرآن چی چجوری صحبت میکنن و اون وقت ببینید من با چه احترامی صحبت میکنم. میگه در قرآن سوره زخرف آیه 12 الله میفرمایند همه جانوران رو، چون در سوره زخرف میگه ما شما رو جفت جفت آفریدیم، همه جانوران عالم جفت نیستند، برای مثال تکسلولی ها از جمله آمیب ها دارای جنس نر و ماده نیستند، موجوداتی هستند که هر دو سلول نر و ماده را با هم دارند، موجودات هرمافرودیست و نه اینکه کشتی از مخلوقات خداست، کشتی را انسان ساخته نه خدا. ولی در قرآن نوشته ما کشتی رو ساختیم به شما دادیم، برای اینکه محمد کشتی رو فقط مثلا شام که میرفته اون ته دیده، اونا هم که تو مکه بودن که نمیستن کشتی چیه، فکرم نمی کرده تو قرن 21 یه عده‌ای باشن هنوز بگن بله کشتی رو خدا ساخته، این ناوای جنگی امریکا رو همه رو خدا ساخته. وقتی آدم میخواد نفهمه نمیفهمه، یا وقتی میگه همه موجودات دنیا رو نر و ماده آفریدیم، درست میگه، موجودات تکسلولی هم نر دارن هم ماده، خدا عقلش نمیرسیده به موجودات تکسلولی، یعنی محمد عقلش نمیرسیده، یعنی علم اون روز به اونجا نرسیده بوده، ولی محمد میرفت میخوند و میگفت غیر تکسلولی ها. سوره حج آیه 65 و آسمان را دستور او نگه داشته که بر زمین نیفتد. نتیجه آیا آسمان جسمی حجیم است که قابل افتادن باشد؟ خب راست میگه دیگه، او خداوندی است که شب تار را برای آسایش و روز روشن را مقرر فرمود که در آن نشانه های قدرت خدا برای مردمی که سخن حق را بشنوند پدیدار آید. سوره یونس آیه 66. یا همین تو سوره یونس میگه که
یه ماهی اومد یونس رو خورد، یونس رفت تو شکم ماهی، 4-5 روز زندگی کرد. تهویه مطبوع خوب اونجا براش بود، نفس میکشید، غذا میپخت، اجاق داشت، یه دونه ماشین رخشویی واسش گذاشته بودن. ببینید اگه بخوای فکر کنی که آدم توی شکم ماهی چه جوری زندگی میکنه، او وقت میگی خدا مغزش خرابه. بخوای فکر کنی، اما فکر نکنی، با همه چی درسته. همون جوری که گفتم وقتی ایمان بیاری، وقتی ایمان بیاری دوتا میشه چند تا؟ 2 میلیون 4 میلیون. اما بخوای مغزتو به کار بنزی، دوتا فقط میشه 4 تا. اینو میذارم بعد براتون میخونم. رفته بودم یه ایمیلی که راجب اکبر دوزه است، میگه همانا ما همه موجودی آفریدیم، آیا ندیدید قوم ایران را که چون سرکش و زیاد خواه شدن و ما آنها را به عذاب دردناک گرفتار کردیم و موجودی همانند انتر بر آنها مسلط کردیم. این یکی از آیه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اکبر دوزه را آفرید، تفسیر المیزان. این مفسرین واقعا بعضیشون بدتر از همه است. اینا میگن نه خدا فهمیده. حالا سروش راحت میگه محمد دروغ گفته، جبرئیل و خدای در بین نی، خودش اینا رو نوشته. المیزان میگه همه اینا نفهمیدن، اینی که من میگم درسته. طباطبایی، علامه طباطبایی. دوستان عزیز، باز آخر برنامه شد. یا کتاب بخرید یا آبونه بذارید، به خصوص شما دوستانی که از اینترنت استفاده میکنید، همونجا ما 10 دلار 20 دلار بدید. همه بار رو دوش یه نفر نذارید، همه کمک کنید. البته اگر فکر میکنید کاری که من میکنم درسته، فکر میکنید کاری که من میکنم درست نیست، هیچ چیزی ما هم نداریم، شما درست میکنید. ما یه راهی رو پیش گرفتیم و به همه قول دادم تا روزی که نفسم در میاد و بتونم پول ایرمو بدم، پول این سایت ها رو بدم، هستم اینجا، جایی نمیرم. اگر ندیدید من نیستم، بدونید یا تلویزیون در اختیارم نیست، که خوشبختانه اینجا با آقای همایون هیچ گرفتاری نداریم، جز این که اگه محبت بکنی یه خورده جامعه رو جابجا بکنه بیاره ساعت 8، خیلی وضعمون خوب میشه. اگرم نیورد که دیگه کاری بای زورمون بهش نمیرسه، کار دیگه شماها بهش بگین، شاید ما رو بیرسن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.